بعد از آره همگی به خیر امروز شنبه 28 تیر ماه 1399 خب متاسفانه امروز هم رکورد زدیم در همه چیز یعنی هم در قیمت هم در سرعت رشد و هم در فاصله حالا میبینیم الان متاسفانه دلار به سرعت از کانال 24 عبور کرد و توی کانال 25 نشست حالا باید ببینیم که این شادوه یا نه تفاوتش رو بررسی کنیم با دلار 19 تومنی چون یکی از شادوهایی که ما یادمون میاد دلار 19 تومنی بود دلار 19 تومنی ما در اواخر ساعت بازار دیدیم در لحظات آخر یعنی یک گام خیلی بلند برداشتیم در اون روز اون روز گام خیلی بلندی برداشتیم امروز هم گام خیلی بلندی برداشتیم اینش مثل اون روزه ولی لحظه آخر 19 رو دید و دیگه بازار تعطیل شد از فرداش هم ریخت بعد من گفتیم شادو و از طرفی من همیشه عرض کردم اصل قیمت حواله است اون زمانی که دلار 19 رو دید دو سال گذشته حواله ما 18 و 500 بود ولی الان حواله ما بالای 25 25 و 550 پس این یک تفاوت تفاوت بعدی این که ما ساعاتی رو در 25 به سر بردیم این هم تفاوت بعدی ولی فردا یه جورایی تعیین کننده است فردا تعیین کننده است جای هستیم به شدت خطرناک من خدمتتون عرض کردم 18 رو اگر میزد تا 25 باز بود البته که بگم وقتی بازار دستوریه تا انقلاب مهدیش بازه دیگه کسی که دلار 19 تومانی رو میاد میکنه 11 تومن دیگه براش هیچ کاری نداره که به قول یکی از بچه‌ها دلار 25 تومانی یاده دو برابرش کنی میره چه 50 تومن دیگه وقتی هفت برابر کرده امروز ما 25 و 200 250 300 صرافی حتی یعنی دقیقا دلار هفت برابر شد در دوره جناب آقای رئیس جمهور و خب چنان حرکتی تا حالا ما سابقه نداشت اصلا کلا حرکات این چنینی سابقه نداشته دولت های قبلی رشد داشتن سه برابر چهار برابر چهار برابر و نیم ولی به مدت سه سال چنین نوساناتی و همچنین چنین بازگشت هایی یکی از خرابی هایی که به بار اومده همون جریان از 19 به 11 بود این ویرانه به خاطر اون نوسانات و اون زلزله هاست و البته بورس هر آنچه دلار به سمت بالا میرفت بورس میریخت و صف فروش تشکیل میشد و همچنان چرنرشون مشکل داره معاملاتشون به سختی انجام میشه و دلار به بالا میره و بورس به پایین میاد این یعنی چی یعنی هیچی یعنی حتی اگر سود هم کرده باشی اون سودت وقتی بیاد بیرون هیچ ارزشی نداره حالا جای خیلی خطرناکی هستیم از 18 تا 25ش وقتی 18 رو زد 25 دیده میشد حالا ممکن بود نیاد ممکن بود تا 24 بیاد ممکن بود اصلا بیاد 22 و 3 ولی تعجبی نداره دیگه دلار 25 تومانی و خب حالا اگر یه حرکت شدید به سمت پایین داشته باشیم خودش یعنی چی یعنی اینکه دوباره قطعا میخواد 25 رو بزنه اگر همین جاها همین هول و هوش آروم بمونه خب شاید دیگه بمونیم من همیشه گفتم دو سه ساله دارم میگم آقا هر جا دلش بخواد همونجا میتونه نگهش داره ولی اگر دیدید داره صحبت از حالا پایین اومدن شدید و ریزش اینا یعنی همش داستان و همش چرت و پرت همون روز هم خدمتتون ارز کردم دلار 19 تومانی اگر تا هول و هوش مثلا 17 تومن می اومد باز منطقی بود البته که عرض میکنم دلار 19 تومانی شادو بود ولی میخوام همینا عرض کنم ما یه درصدی میتونیم کم کنیم بیش از یه درصدی وحشتناکه حالا افزایش هم همینه افزایش هم رو حساب باید باشه رو کتاب باید باشه هر حرکت خیلی شدیدی برگشت حتما خواهد داشت ولی اینو عرض میکنم این تا کجا بره و بعد اون برگشت رو انجام بده آیا تا 25 رفت که بعد تا 20 برگرده یا نه میره تا 35 که بعد تا 25 برگرده یا میره تا 50 که تا 40 برگرده یا میره تا 100 که تا 80 برگرده این اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم اون چه مسلمه تا 25ش تعجبی نداشت از این به بعدش هم تعجب نداره ولی بدونی جای خطرناکی هستیم جایی هستیم که ممکنه برگرده پایین و ممکنه به جا گذاشتن خودش ادامه بده میدونید جا گذاشته خیلیاتون هم جا موندید و این جا گذاشتن میتونه ادامه داشته باشه و این وابسته است به بورس و بدونید کسانی که حمله کردن به سمت بورس این عاقبتش این عاقبتش بود کم تو جیبه خودتون چیزی به اون صورت که فکر میکنید نرفته چون ارزشش کم شد و همین که کل کشور رو با بحران مواجه کردی چون الان اصلا همه میدونن بازار کلا خابیده امروز اصلا شنبه بود اصلا حواله ای نیست اصلا حجمی نیست نمیگم معامله نمیشه میشه ولی حجم پایین نسبت به 97 97 حجم بالا بود الان حجمی نداریم و این حرکت هیچ چی نیست به غیر از اینکه ارزش پولمون بیاد پایین برای اینکه بتونند یه مقداری بورسش رو متعادل کنن و برای اینکه ملتی که, که پولشون رو گشتن تو بورس در اصل با یه سری عدد بازی کنند ولی این اعداد و ارقام در از چیزی تو جیبشون نکنه مثلا این همینه حالا باید ببینیم فردا چه اتفاقی میفته و دیگه نمیدونم تا کجا میخواد پیش بره و تا کجا هیچی نمیخواد بگه که البته همون بهتر هیچی نگه همون بهتر تو همون لونه موش خودش باشه چون اگه بیاد دوباره میدونید این اگه دوباره بیاد پیداش بشه دوباره مثلا یه 500 تومن 100 تومن 400 تومن 1000 تومن میاد پایین دوباره برمیگرده بالا فعلا که توی این چند وقت ما حرکت شدید به سمت پایین یه جا داشتیم و اون سر 20 بود که 20 یه عدد روانی بود ولی بعد دیدیم که قشنگ و همین دیدید که شکستن 20 یه ذره خرج برداشت یعنی باید خیلی میمدن پایین تا بتونن بشکننش شاید اگر همون موقع سر 20 انقدر بازی در نیورده بود و انقدر پایین نیامده بود نمیتونست 20 بشکنه چون 20 یک عدد روانیه در این مورد صحبت کردیم اعداد روانی کل دنیا هستند ولی خب این همین بازی رو در آورد حالا مسئله همینه حالا اگر همین حدود باشه تزریقشو رو بکنه حتی یه مقدارم پایین بیاد در حد معقول شاید همین دیگه بمونه ولی نه اگه دیدید زیاد داره میاد پایین بدونید که میخواد 25 رو بشکنه حالا معلوم نیست امروز فردا ماه دیگه ولی جدیدن فعلا تمپلت فعلی من تمپلت فعلی رو میگم تمپلت عوض شدم اعلام میکنم تو تمپلت فعلی ما اصلا کارمون به روز هم نمیکشه در ساعت انجام میشه چون به شدت نگران بورسند و خب خدمتون عرض کنم اگه این 25 شکسته شد تنها شکسته نشده اگه شکسته شد من بهتون میگم اگه 25 شکسته شد حالا دیگه تا 35 رفتنش تعجبی نداره خب یه نگاه به قیمت ها بکنیم بانک خیلی جالب بود تا 11 قیمت نداد تا 11 اونیم قیمتش صفر بود بعد همون قیمت قبلی خودش اعلام کرد همون قیمت قبلی خودش اعلام کرد با 800 تومن اسپرد خب سنا 23 و 800 بود نیما 18 و 445 بفهم یعنی چند وقته پیش اومد تو تلویزیون گفت که من نیما که 16 هم نشده اون موقع 16 هم بود بعد از وقتی هم گفت 16 نشده که اصلا کلا از 16 هم پایین نیامد و رفتیم 17 و حالا اومدیم 18 حالا بعد ببینیم چی میشه ببینیم 18 میمونه همیشه خدمتون ارز کردم نیما چطور حرکت میکنه تا حالا اینطوری حرکت کرده حالا باید ببینیم این دفعه هم همینطور حرکت میکنه یا اینکه نه این دفعه متفاوت همیشه سیستمش اینه وقتی مثلا میاد کانال 18 بر میگرده دوباره یه سر به کانال 17 میزنه یه چند روز سال قطعا دوباره بر میگرده 18 یعنی این کسا حرفی توش نیست حالا باید ببینیم این دفعه جریان چیه و چه چی اتفاقی میافته. خب و بانک هم عرض کردم 800 تومن اسپرد داشت دلارمون 24 و 150 تموم شده بود 24 و اصلا خورد کانال 24 با 24.700 شروع شد با 25 250 مسقال بست سررافی ها 25 و 300 هم شاید بهتون بفروشن 25 250 300 میتونید بخرید انشالله خب نه نگاه بکنید 1100 تومن افزایش برای چنین شرایط حرکت بلندیه یعنی بعد ما در سال 97 حرکت های روزی 1500 تومن و 1000 تومن میدیدیم ولی اون 1500 تومن و 1000 تومن دقت کنید برای دلارهایی بود با قیمت 10 تومن از این پایین تر یعنی اونها از این حرکت ها خیلی بیشتر بود اونها توفان بود نسبت به این الان بدونید هر چی که قیمت بالاتر میره این اعداد ما هم بلندتر میشه چون اینا نسبی اینها اینا درصدی یعنی اون موقع ده درصد حدودا در روز رو قیمت میرفت بعضی وقتا ولی الان حساب بکنید ولی هزار و ست تومن رفته ولی هزار و ست تومنه پنج درصد ماجرا هم نیست ولی نسبت به الان نسبت به این چند وقتی که فعلا بعد از اون جریان سال 97 و اون طوفانی که چه به بالا و چه به پایین داشتیم همون هم که بله از 11 شروع کردیم به بالا اومدن دیگه نرم نرم بالا اومدیم و درسته که الان یه مقدارم اعدادمون بزرگ شده 500 شده 400 شده 700 شده ولی خب اینا نسبت به 2021 700 تومن انگار نسبت به دلار در 11 تومانی 300 400 تومن اینو دقت بفرمایید ولی خب الان این 1100 تومن امروز به چشم میاد نسبت به همین چند وقت گذشته همین چند ماه گذشته ولی نسبت به 97 اصلا به چشم نمیاد اگه بخواد به چشم بیاد با 3000 تومن حرکت کنه که نگرانم نباشید ما 3000 تومن حرکت رو هم خواهیم دید اینجا من به شما قول میدم حالا امیدوارم به این زودی نبینیم امیدوارم تو دوره بعدی ببینیم ولی از ایشون اصلا بعید نیست یعنی وقتی اینطوری داره حرکت میکنه یعنی اصلا تعجب نکنید فکر نکنید در روز نمیتونه دلار سه هزار تومن حرکت کنه خیلی قشنگ میتونه اصلا نگران نباشید ولی امیدوارم به این زودی این حرکت ها رو تجربه نکنید خب حواله 24550 مون شد 25550 هزار تومن بند خدا فقط رفروش آب شده 44 آب شده 44 بود 44 شروع شد 46 بسته شد یعنی خرد کانال 4.500 آب شد قشنگ خرد یعنی روز گذشته 4 میلیون و 460 بود امروز 4 میلیون و بسته شد یعنی کانال 4.500 میلیون خرد کلن خرد خیلی صمیمی بهتون بگم دلارش هم 23700 بود شد 24750 500 تومن حباب منفی داریم خب سکه 11 تومنی 11 و باز شد 11 و بسته شد 575 تومن هم فکر کنم هوبا الان حبا باشم خدمتون ارز میکنم چیز نیم 5 و ببخشید نیم 5 و است فکر اینا رو اینجا نوشتم که براتون بگم بعد اه... یه دفعه گفتم این 575 که چیزش نیست حبابش نیست بعد یه دفعه ها. یاد آمد نیمه 5750 نیمه و 3400 و هم رو من یه نگاه بکنم یه وقت نیمه اشتباه نگم اینقدر قیمت ها هر لحظه داره عوض میشه که آدم مثلا نمیتونه بله 5750 مثلا آدم باورش نمیشه مثلا نیم شده 5750 ازخواهی میکنم خب تلا 95000 تومن حباب منفی داره سکه حبابش کم شد سکه 736 تومن حباب شد الان الان 736 تومن حباب داره همین چند روز پیش کل هفته گذشته رو من فکر کنم با بالای یه میلیون حالا نه یه میلیونو خورده یه میلیون مثلا زیر صد حباب سپری کردیم ولی الان حتی مالیات هم پر نمیکنه. کنه 214 تومن هم زیر 9 درصد مالیاته یعنی اگه مالیات چه حساب بکنی تازه 214 تومن هم دارید ارزون می خرید سکه بهتر شد شرایطش. و ولی خب بدونی نسبت به تلاش همچنان 736 تومن مالیات داره ببخشید حباب داره ولی 9 درصد مالیاتش رو پر نمیکنه شرایطش نسبت به هفته گذشته خیلی بهتر شده ولی همچنان دوباره میگم نسبت به تلاش 736 تومن حباب داره ولی توی بازار جهانی وقتی نگاه بکنید ما توی بازار جهانی یک 95 هزار تومن حباب منفی تلاش داریم درسته پس شرایطش تو بازار جهانی یه مقدار واسمون بهتر میشه مثلا این حبابی که اینجا میشد 736 تومن اونجا میشه مثلا 522 تومن کمتر میشه و خب این حبابیش که میشد منهای 450 اون میشه مثلا همین میخوام بگم تو بازار جهانی منهای 450 با مالیاتش حباب میتونید در نظر بگیرید ولی خب حالا دیگه اون دیگه با خودتونه تصمیم من قرار شده دیگه در این مورد صحبت نکنم ویساش هست میتونید برید پیگیری کنید خودتونم که دیگه استادید رب سکم 463 هزار تومن تو بازار جهانی حباب داره خب یه نگاه به گذشته بکنیم و به اعداد و ارقاممون هفته پیش میخوام یادمون بیاد که الان که دلار 25 تومنه هفته پیش مثلا 24 نبوده هفته پیش مثلا روز قبل 24 بود روز قبل کاری هفته پیش 22 600 بوده باورتون میشه ما نسبت به هفته پیش 11 درصد دلار اون افزایش قیمت پیدا کرد نسبت به هفته پیش 11 درصد افزایش قیمت پیدا کرده میدونید یعنی چی مهربون میگیم 10 درصد میخوام متوجه بشید یعنی هر یه میلیونی که شما داشتید 100 تومنش پرید یعنی شما اگر 5 میلیون حقوق میگرفتی الان بدون 400 4 میلیون دا دا 500 داری حقوق میگیری نسبت به هفته پیش ها نسبت هفته پیش نسبت به صد سال پیش نه یعنی تو همین هفته دولت یازده درصد زندگیتون رو خورد بخوام واسطتون روشن بشه حالا البته به کمک اونایی که رفتم تو بورس و چرا میدارم این حرف رو میزنم؟ چون الان تو گل تپیده و تمام این اتفاقات داره برای این میفته که بتونه بورس رو نجات بده و پولای اونا رو نابود کنه اون چیزهایی که تو اونجا سود شدن عوض میخوام طلایی که مثلا سود شده رو تبدیل به نقره کنه حالا من معدبانش رو میگم دیگه خودتون بلدین مدل دیگه شه حالا نسبت ماه قبل میخوام صحبت کنم ماه قبل شروع این بدبختی بود یعنی ماه قبل ما دقیقا کانال 18 رو شکسته بودیم و ازش خارج شده بودیم و شروع بدبختی بود بدونید ماه قبل این موقع تو کانال 18 بودیم و فاصله هم گرفته بودیم 18 و 750 نسبت به ماه قبل شماها یک سوم سرمایه‌تون از دست دادید چه باور کنید چه باور نکنید 34 درصد ما نسبت به قبل رشد داشتیم نسبت به ماه قبل تو همین یک ماه یک سوم سرمایه پودر شده یعنی باورتون میشه یعنی اگه خونتون باشه دو دنگش رو انگار زدی به نام دولت ماشین تو دو دنگش زدی به نام دولت هرچی پول تو بانک داشتی یک سومش رو دادی دولت تازه بیشتر سی و چهار درصد در سی درصد ولی حالا ما میگیم یک سوم خب و سال نسبت به سال صد و یازده درصد سا. پارسال این موقع دونار کار 11 یازده بود قرار بود به هشت دامن یادمه شما نمیدونم یادتونی یا نه الان امیدوارم نره بشه 28 خلاصه البته 28 نمیشه شاید 28 رو لمس کنه 28 رو قطع کنه نمیدونم شادو بزنه به 28 ولی تو 28 اگه بخواد بره این اونورش هم میره مگه زود برگرده بیاد پایین حالا باید بریم جلو ببینیم چی میشه حالا ولی میخوام به یادتون بیاد دیگه دلار زیر 12 بود 11 800 900 بود هفته پیش ببخشید سال پیش این موقع یعنی 111 درصد از زندگیتون ریخته یعنی زندگیتون کمتر از نصف شده نسبت به پارسال یعنی هر چی داشتی نصف بیشترشو دولت واسهتون خورده در نصف بیشتر از زندگیتون خورده حالا سکه یادتونه پارسال این موقع 460 بود سکه 170 درصد رشد کرده یعنی یه چیزی حدود 60 درصد بیشتر از دلار پس سکه 170 درصد رشد داشته نسبت به پارسال دلار 111 درصد رشد داشته و خب اینا اصلا نه شادی داره نه خوشحالی داره نه نشی... نه هیچی اینها نابودی کشورمونه نابودی ارز ملی نابودی اقتصادمونه، چیزی که من خیلی وقت دارم خدمتتون ارز میکنم خودتونم میبینید اصلا لازم نیست من بگم و متاسفانه هست خب از قیمت ها بیایم بیرون و بریم سراغ اخبار یکی از خبرهایی که منتشر شد یه آقایی یه فوش داده بود به روحانی پشت ماشینش خیلی هم چرخید اینا ببین اصلا همین جریان این اومده اینجا که تو فوشش بدی خونکشی همون من بهتون گفتم یه سری دلغت گذاشتن شما فوش بدید اونم بدوزده آقا تو فوش بده منم میخورم میرم اصلا واسه مهم نیست اینا مگه فکر این غیرت دارن مگه انسانند یعنی مثال میزنم شما ببخشید یه خراب بند یه گوشه یه سری مثلا علف هم برید جلوش حالا این عرف رو میخوره مال اون نیست مثلا مال یه خره دیگه است حالا شما مثلا میخوام بگم همسای خرشو بسته کنار علف های شما خره داره علف های شما رو میخوره حالا شما هی به بفو... خر خره فوش بده هی به خره فوش بده خر عرف هاشو میخوره شما, می شما... نمیفهمه اینا هم همینه مثلا مهم نیست بسشون ها رو بیاد ولی ببینید این داستان ها رو درست میکنن که دلتون خونک شه. یعنی این خیلی جذابه که به روحانی فوش داده و خیلی نابود کرده دیگه روحانی دیگه بله شما نابود کردید روحانی ولی بله همین روحانی از پارسا حالا بیشتر از نصف زندگیتون رو خورده تو همین هفته اخیر 11 درصد زندگی حالا شما هی فوش بده حالا هی فوش بده هیچ اتفاقی نمیفته همین طور فوش بدی میبینی کم کم دمپایی هم پاد نیست خب خدمتتون ارز کنم یه داستانی هست این داستان رو میخوان یه دور مرور کنیم که خاطرمون باشه انقلابی که سال 57 اتفاق افتاد یک پایه خیلی گندش مجاهدین دیگه اینو همه اون به کمک مجاهدین توده یا و البته حالا یه مش آدم نادان بی سواد نادان سیاسی بهتر البته بگم بی اطلاع و آدمی که چه میدونم ملت میرن دنبالشون راه میفتن میرن به هر صورت نتیجه شو داریم میبینیم دیگه یعنی اگر تو این شرایطیم تخصیر اوناست باید گردن بگیم. خودشون هم با خاک سیاه نشستن و من خودشون هم میشتاسم من که کسایی که میرفتن تو خیابون و الان میدونم زندگیشون چی بله یه سرشونم هم الان مال و منال خوب دارن ولی اونا هم زندگی ندارن من هزار بار گفتم تو ایران هیچکس زندگی نمیکنه هیچکس. کس نه آخوندش زندگی میکنه نه حتی رهبر زندگی میکنه که یعنی موشه گوشه قایم شده نه هیچ هیچ اصلا شما تو ایران زندگی وجود حیوانش هم زندگی نمیکنه بعد بدن هم زندگی نمیکنه اصلا زندگی وجود نداره بابت اون حرکاتی که انجام شد که یه پایش مجاهدین بودن خب خب مجاهدین میخوام واسه روشن کنم که فکر نکنید یه تیکه جدا از جمهوری اسلامی هند. من قشن واسم ثابت شد قبلا نمیدونستم قبلا فکر میکرد الان داستان قشن رو شد که مجاهدین هم یه تیکه از جمهوری اسلامی همچنان ولی تیکه ای که به وقتش کارشو انجام میده چون همیشه عرض کردم اینها همشون توسطی یه عروسک گردان از بالا دارن اداره میشن و این از کجا اومدن از کی نونشون رو میده کی خرجشون رو میده کی تجهیزشون میکنه میشه یکی ای بگه اینا حمله کردن یه بار به ایران الان همین الان همونش صحبت خواهیم کرد که چرا حمله کردن واسه اینکه الان بتونه آخون پوستتون رو بکنه خب از کجا پول آوردند اینا رو مردم دوست ندارند تموم شد ببین آقای مجاهدی میدونم حرف منم گوش میدید میدونم خوشدم نمیاد ولی بدون کسی تو رو دوست نداره فقط خداتون خودتون رو دوست دارید شما یه تیکه ای از آخوندید که میگی چرا من نمیخورم چرا من نخورم شما متاسفانه منفور مردم ایران هستید مردم ایران شما رو دوست ندارند چون شما همون آخوندی اصلا تفاوتی نداری همه ازت متنفرن حداقلش نتیجه ی کارت. نتیجهش اون شرایطی بوده که حالا ادامه میدم و فقط اون نیست این انقلاب به پا کردی و مردم بدبخت کردی شماها با هم این کارو کردید ولی حالا اینجا رو داشته باشید انقلاب وقتی میشه باید پاکسازی بشه دیدید خمینی اومد چند هزار نفر کشت که از این چند هزار نفر یه سریشون خب کسایی بودن که این مملکت دستشون بود ارتش دستشون بود نیرو هوایی دستشون بود میتونستن هر آن اراده کنن مملکت رو پس بگیرند چون چهار تا ببخشید عضو میخوام آخون چی پیشو چی بودن مگه فقط کافی مدیریت به هم بخوره تو همه چیز به هم بخوره مدیریت وقتی باشه همه چی سازماندهیش درست میشه زدن همه گردن کلفتایی که تربیت شده بود این کشور خرجشون کرده بود تا به اینجا رسیده بودند وگرنه اینو بتون بگم اونا رو اگر اعدام نکرده بودن اصلا عراق جرأت حمله نداشت اگر عراق حمله میکرد به دو سوت کارش تموم بود ولی اونا رو از بین بردند که جنگ عراق و ایران هشت سال طول بکشه که حالا جهت یادآوری که اولین، یکی از اولین محموله های سلاحی هم که به ایران رسید از اسرائیل رسید و هزار بارم گفتم چون گردن کلوفترین دشمن اسرائیل صدام بود و عراق بود که باید نابود میشد. به اضافه یه مقدار جمهوری اسلامی هم باید میموند اگه جنگ نمیشه شاید نمیتونست بمونه چون باید این ناب سامانی ها رو مینداخ کردن یکی و همچنین باید جنگ میشه تا میتونست یه مش آدم بکشه تو شرایط جنگ میشه خوب بکشی خوب میشه بکشی و خب کشتند حتی از یه سری از مجاهدین کشتند ولی فکر میکنی از خودشون هم نکشتن از خودشون هم کشتن یه سری باید کشته میشدن بدونید سیستم اینطوریه یه سری میان انقلاب میکنن اکثریتشون رو میکشند چون یه عده دیگه باید بیان سر کار و سیستم رو اداره کنند این همه جای دنیا تو انقلابات کثیف اینطوریه مگر انقلاب واقعا زیر دست مردم باشه و مردم کنترل کنند که خیلی کم پیش میاد مثال میزنن یکی از انقلابات انقلابات فرانسه که چشمشونو باز کردن دیدن دارن زیر دست آلمانیا زندگی میکنن و نمیفهمند حالا ما بعد اونا بعد هزار سال فهمیدن ما بعد 1400 سال هنوز نفهمیدیم که زیر دست آخون داریم زندگی میکنیم بعد بلند ما آخوندا رو بریزیم بیرون هر وقت فهمیدیم شاید بتونیم یه انقلاب سازنده بکنیم در غیر این صورت حالا هی واسمون همون انقلاب میکنند و شاید جدیدن هم بازم واسمون همون بکنن نه همون موقع مدل گوسفندی فقط نباید انقلاب که اون دفعه انقلابش گوسفندی بود در از صورت بدونید یه سری کشته شدن هم از آدمای جمهوری اسلامی هم از مجاهدین خلق ولی یه هم رفتن خارج خب پس این عمدی بود ولی بله از اونا هم باید یه سری میمردن از اینا میمردن فکر کردن اونایی که از مجاهدین خلق مردند بدون برنامه ریزی شدن اونا باید میمردن چه چند مرحله هم دوباره ازشون کشتن هی hey, روشون کردن هی hey, تو خاک عراق بودن جمهوری اسلامی اصلا باید میزد با هم هماهنگ کرده بودن یه سریشون باید از بین میرفتند به هر صورت یه سریشون شاید اونطوری که باید عمل نمی کردن. همه جا هست میمونش بیدی که من که سلیمانی نبود که باید میمورد مرد اونام حالا من که توشون نبودم من چه نمیدونم ولی اینا که کشته میشن باید کشته میشدن از نظر خداشون میخوام فکر نکنی جمهور و مجاهدین خلق دو تا چیز جداست خیر اینا یه تیکند الان واساتون ثابت میکنم که البته یه تیکه که اون بالایی داره مدیریت میکنه من دوباره دارم میگم ما اون بالای سیستمی داریم که اون سیستم یه تیکش جمهوری اسلامی یه تیکش مجاهدین خلق یه تیکش این رسانه که اینور اونور داره خرج میده یه تیکش این مزدوراست که اینور اونورن بعدم هم همه و هم فوش میدن همان هم با هم دشمنن ولی هم، همه تو یک جهت با هم دیگه همکاری میکنن اونم هم بدبختی جمهوری اسلامی ببخشید بدبختی مردم ایران اگه مجاهدین برای بدبختی مردم ایران قدم بر نداشتن بیان اعلام کنند که آقا ما نبودیم انقلاب کردیم شما بودید انقلاب کردید یه تیکش شما بودید حداقل تیکه وسیعیشم هم شما بودید خب حالا ببینیم چه ضربه ای جو مجاهدین به ایران زدند الان الان خب یادتون مجاهدین به ایران حمله کردند خب فکر کردید چرا حمله کردند حمله کردند که منفور مردم شن. شاید تا قبل از اون انقدر منفور نبودند که الان منفور شدند چون حمله کردن به ایران آخوندم ازش استفاده کرد و اونا مخصوصا حمله کردن برای همینم هم حمله کردن که منفور باشن دیدید بعد از اون هم ایران حمله کرد بهشون تعداد خیلی زیادشون رو کشت که باید میمردن نه از نظر جمهور اسلامی از نظر خود مجاهدین خلق از نظر خودشون یه تعدادشون باید میمردند پس یا تعدادشون باید میمردن چون مثل اینکه مثلا حقیقت رو فهمیدن مثل این که دیگه فهمیدن جریان چیه نباید یه چیزایی رو میدیدن دیدن یه چیزایی رو نباید میفهمیدن فهمیدن باید میمردند یا شاید خرجشون رو نداشتن بدند دیگه اونش رو من نمیدونم فقط میخوام این تیکه رو باستون بگم اونا حمله کردند که کامل منفور باشند که اگر از این به بعد تو کشور مجاهد کشتند شما دلت خونک بگی به آخ جون که کشتن. یعنی اگر مجاهدی رو به دار زدن همه مردم خوشحال شن اگه هزار تا مجاهد کشتن همه خوشحال شن حقشونه حمله کردن به ایران دیگه آدمی که حمله کنه به ایران آدمی که با عراق همجهتشو شو و حمله کنه به ایران حقش بمیره البته من اینجا اضافه کنم من اصلا موافق نیستم نه مجاهد نه آخوند نه هیچ کسی بمیره همه انسانند ما حق نداریم کسی رو بکشیم و اتفاقا همیشه گفتن این آدمایی که ما رو به این روز نشوندن این آدمایی که زندگی ما رو به خاک کشیدن این آدمایی که نابود کردن خرابه کردن باید بمونن بیل بدین دستشون وایسن بسازند اتقا من یه دوستی دارم کارش اصلا همینه گفته ایران اگر ان آزاد شد من میام این اخوندا رو بدن دست من من به قشنگ یکی بیل بدم دستشون وایسن کار کنند اینا باید باشند مجاهدین هم همینطور اونا هم باید باشند باید برگردن خرابه ها رو درست کنن زنده هم باید باشن. سالم ما هم باید باشن چون باید بتونن چند دهه بیل بزنن این خرابی ها به این راحتی روح... ساخته نمیشه حالا پس اون شرایطی که حمله کردند و اون دعوایی که شد و یه سری رو کشتن و بعد بقیهشون در رفتن من نفهمم پچه رو سردستاشون تونستن فرار کنن یه مش بدبخت موندن اینجا مردن و اعدام شدن چطور اون فهمید به اینا نگفت که اینام درن فقط اون در رفت وگرنه اصلا سرکردش اینجا قرار بود رئیس زمان زیر اصلا انقلاب نگاه کنید بغل خومنی وای میشه سر بود همیشه. نمیدونم چرا الان یهو یه ها اخ شد چون قرار بود که بتونه به وقتش نقششو بازی کنه اونجا نقششو رو بازی کرده بود نقش اونجا چی بود بلنش بیاد مدیریت کنه اینا مسلح بودن دور دیده بودن تا این انقلاب اتفاق بیفته حداقل به ظاهر که بگن ها دیدی یه سری آدم مسلح اومدن انقلاب کردن خب بعد بعد بد میشدند بد شدن بعد خیلی بد میشدند تو میشد ادهشون رو کشت تعداد زیادشون رو کشت پس اومدن حمله کردن ایران خب الان چی کار میکنند؟ الان وظیفهشون اینه که ضربه بعدی رو بزنند این ضربه رو یادم نیست دیشب یا پریشب زدند بلند شدن اومدن تو یکی از رسانه های دوباره ساخته شده توسط بزرگان برای اینکه سرتون گرم باشه گاهی یه فوش به جمهور اسلامی بدن به وقتشم هم نیشش بزنه اون رسانه نیشش رو زد با اووردن مجاهدین و با گفتن این حرف که این شلوغی ها زیر سر ماست ببینید سه تا جوانو رو دارن میکشن یا میخوان بکشن دارن میگن این سه تا جوان آدم کشتن و ملت آره بکشید این ها یکی تحقیق نمه واقعا یه آدم کشته این واقعا آدم کشته اصلا کسی تحقیق کرده نه فقط میگن بکشید میگن بعد بپرس ببین واقعا آدم کشته دو بعد ببینی آقا اگه آدم کشته اصلا باید بکشیمش یا نه اصلا اول ببین راست میگند یا این بنده خدا مثلا فرض کن اصلا تو اسنپ کار میکرده گرسنه بوده بلند شده اومده بگه آقا گشنمه گرفتنش الان میخوان بکشنش که بقیه بترسن میخوان بکشنش که دلار شده 25 تومن که جورت نکنه بیاد تو خیابون اینا همه سیاسته و حالا ایشون میاد اعلام میکنه که اینا که تو خیابونن رو من ریختم تو خیابون تمام این شلوقی ها رو من دارم مدیریت میکنم این چند تا استفاده داره استفاده اولش خب فردا دو نفر رو میگیرن تو خیابون میگن خب این با مجاهدین خلقن دیگه بیا فیلمش پخش میکنن که ایشون اومده اعلام کرده هر کی اومده تو خیابون من فرستادم تو خیابون بعدم طرف رو تو تلویزیون تو مگه نرفت تو خیابون فلانی هم تو تلویزیون گفته هرکی رفت طرف تو خیابون من گفتم اینام که مجاهدم مجاهدم ته آدم کثیف حمله کرده به ایران همه هم موافقن میگیرن همه رو میکشن حال جرأت تو خیابون ببین چقدر شیک کار میکنه و از طرف دیگه آقا یه سری از مردم حالشون از ما به هم میخوره یه سری از مردم بدشون میاد از اینا اصلا نمیگن اینکه یه سری همه ی مردم غیر خود اینا هیچ از خوشش نمیاد البته بگم فعالن ها همون حرکاتی هم که بعض وقتا انجام میشه انصافا اینا انجام میدن ها چون اینا دور دیدن اینا سازمان دارند کسی دیگه سازمان نداره بقیه همه مثل شلخته ها نشستن پشت تریمون فوش میدن اینا ولی یه کارایی میکنند دیوار می نویسن. نمیدونم بنر آویزون میکنند میرن ورقه پخش می کنند ولی یه کارایی میکنند. شاید هم امید دارم بیان سر کار بشینه جا آخونده بگه حالا من بخورم چل سال تو خوردی چل سال من بخورم البته با شرایطی خیلی مشابه با آخونده و یه جایی هم حتی بدتر اینو مطمئن مطمئن باشید این با هیچ تفاوتی نداره فقط لباسش عوض شده ولی میگم اینها تنها افوزوسیونی هند که حداقل یه حرکاتی داره انجام میده ولی فقط خودشونند مردم از اینها خوششون نمیاد خب پس وقتی میشینه میاد میگه آقا اینایی که تو خیابون ریختن من ریختن من بهشون گفتم بره خب طرف اصلا میخواد بره تو خیابونم نمیره میگه من واسه این بلند نمیشم برم کسی هم اگه این دفعه شیکمش گشنه بود بلند شد رفت تو خیابون جمهور اسلامی میگیره این دفعه هزار تا دار میزنه میگه اینا همه مجاهد بودند حالا به شما مجاهد عزیز اگه واقعا زرنگی اینو بلد باش آدم کاری که میکنه به کسی نمیگه کسی نمیفهمه این تویی که داری این کارو میکنی اگه فهمی تویی که داری این کارو میکنی کار تمومه ببین ما اینو میفهمیم مثال میزنم شما در حد میگم همون داعشی در هم همون طالبانی بیش از اونم ازت بر نمیاد طالبانو میدیدید یه سر آدم میکش داعش سر آدم میکش هر جا هر چی جا میترکید میگفت من کردم چرا که بگه ببین چه قدرتی دارم چه ترس و وحشت ایجاد کنه که خودشو نشون بده حالا شما هم همینی آقا این مردم دفعه پیش خودشون ریختن تو خیابون هیچ کی تو خیابون نکشیدنشون هیچ کس خودشون از گرسنگی اومدند بزرگترین قیام ها تو ایران توی زمستان پارسال اتفاق افتاد و هیچ کس هم بالا سر مردم نبود هیچ کس فقط همه تلاش میکردن اینو بگن نه ما بودیم ما بودیم ما بودیم مایی وجود نداره همش مردمه منم منم اینقدر نکن تو با خامنه ای هیچ تفاوتی نداری چون تو هم منم میزنی همونقدر که خامنه ای منم میزنه تو هم منم میزنی فقط کاری که کردی شرایط مردم بدتر کردی نشون دادی که دستت با جمهوری اسلامی توی دسته نشون دادی که هرچی مجاهد تا حالا مرده خونش رو دستای تو هم هست چون قراری بوده بین تو و جمهوری اسلامی که اینا باید کشته میشدن چون یه چیزی میدونستند چون شاید یه چیزهایی فهمیده بودن و باید میمردن شاید نداشتید حقوقش رو بدید باید میکشتیدشون چون مزدور تهش مرگه بسیجی بفهم سپاهی بفهم مزدور ته زندگیش مرگه هر کاری که بکنی تش باید بمیری حقوقتو رو نباید بده نمیتونه بده میکشدت اینو بدون دستشون اینا همه توی کاس است فقط اومد این کارو کرد و اگر نه بدون اسرائیل ببین میزنه اینجا آتیش میگیره اونجا منفجر میشه اونجا میتره که صداش هم در نمیاد اصلا نمیگه من بودم چون هدفش منهدم کردن اونجاست هدفش این نیست که خودش رو مطرح کنه اینو بفهم اگه هدفت نابود کردن جمهوری اسلامی منمی نداری اگه هدفت مطرح کردن خودته اینو بگو که تو هدفت اینه که دست جمهور اسلامی رو باز بذاری واسه نابود کردن جوونایی که جونشون به لبشون رسیده که الان دستشو باز کردی و تو هدفت اینه که مردمی که از تو متنفرند الان با این گفته یه ذره هم بگن طوری نیست دلار شده 25 رو من جهنم میشنم خونه گشنگی میخورم برا مجاهد نمیرم تو خیابون اینو بلد باش یه آمار بگیر یه ذره لاعقل روی اخلاقتون رفتارتون شعوناتتون کار بکنید و ای کاش ما چشممون رو باز میکردیم که تا یه کانال باز میشه تا یه برنامه ماهواره میاد چهار تا خوشگل میشونن توش چهار تا فشم اینو اون میدند نه فکر نکنیم اینا دلسوزه ما هن. خیر اینا اومدن تا الان همچین موقعی زربش بشه بزن که یکی از بزرگترین ضرباتی که امکان داشت به مردم ایران بخوره طی یکی دو شب گذشته یادم نیست شب بود یا پریشب خورد این ضربه وارد شد توسط اون کانال و توسط مجاهدین که امکانی بسیار وسیع و بارز و داد دست آخوند آخوند از این به بعد کسی تو خیابون بگیره میگیره تیکه تیکه میکنه میگه مجاهد بود حالا هر چی طرف قسم بخور آقا من کارگرم من بدبختم من گرسنم من دنبال حقوقم میگردم میگه تو غلط کردی بفرما اینم فیلمش همه رو این فرستاده تو خیابون میگیره همه رو از دم میکشه بقیه مردم هم کف میزنن سلربیتی از دم واسطون استوری میذارن که حقشونه بکشید این مجاهده نامردو این بود که کاری که تو به با جمهوری اسلامی با هم انجام دادید ولی بدونید آدم گرسنه این چیزا حالیش نیست آدمی که بچهش گرسنه است آدمی که بچهش مریضه آدمی که بچهش داره جلو دی... پاش میمیره از گرسنگی دیگه انسان نیست دیوان است اون وقت اگه اومد تو خیابون همه رو جر میده اولیش هم آخونده اینو مطمئن باشید خب یه نکته دیگر رو بهتون بگم و امروز رو تموم کنم شاید بگم این نکته مهمترین نکته که میخوام ارز کنم خواهش میکنم بهش دقت کنید خواهش میکنم بهش دقت کنید شرایط شرایط سختیه شرایط خیلی سخته زندگی همون واقعا سخته آدمی زاد دیگه من باش کردم آدمی زاد اگر از نظر مالی تأمین باشه تو زندگی هزار تا مشکل داره یعنی شما فرض کن. از نظر مالی هیچ مشکلی نداره من خودم دارم مثال میزنم من در شرط فعلی هیچ مشکل مالی ندارم ولی تو همین شرایطی که هیچ مشکل مالی ندارم مشکل خانوادگی دارم با بچهم هم بحثم میشه با همسرم جر بحثم میشه هست همیشه هست همه جا بوده اصلا امکان نداره نباشه و همه اون هست دیگه این اصلا این جریانات هست ولی زمانی که مشکلات مالی باشه این درگیری ها تعدادش به شدت بالا میره چون آستانه تحمل ماها پایین میاد و عمیق تر میشه و جریه دارتر میشه به هم زخم نزنیم آخوند همینو میخواد آخوند میخواد ما به جون همدیگه بیفتیم وقتی نداری بخوری میخواد به پر یقیه که دیگر رو بشسبی توی جامعه یقه همو نشسبید توی خونواده یقه همو نشسبید با هم مهربون باشید بله نداریم گرسنه نیم باید به کمک هم این قضیه رو تموم کنیم دلار 25 تومانی شوخی نیست دلار 25 تومن فردا اگر بیاد بشه 10 تومن باز دلار 25 تومنه تاثیرش خواهد گذاشت تا اینجا گذاشته باز هم خواهد گذاشت من خیلی وقت دارم میگم سال 99 سال خیلی سختیه اگر دست تو دست هم نداشته باشیم همه با هم غرق میشیم همه مشکل مالی دارند تعداد خیلی زیادی از اجتماع مشکل مالی دارند شوخی نیست دلار از پارسال تا حالا قیمتش بیش از دو برابر رشد کرده زندگی سخته در حالت عادی شما الان هیچ مشکلی اصلا نداشته باشه حالت عادی نمیتونی زندگی تو بگردونی تازه همین الان تو شیبم هستی لحظه به لحظه بدتر میشه ماه به ماه بدتر میشه پس باید دست بدیم تو دست هم با هم کمک کنیم تا این قضیه تموم شه تو فشاری خیلی تو فشاری ولی پا تو رو گلوی کسی نذار نداری ولی لطف خودتو از دیگری دریق نکن اگر یه دونه نون داری میبینی همسایت گرست است نصفش کن نصفشو بده همسایه بخوره جدی دارم بهت میگم نزار همسایت از دست بدی توی فامیلتون توی همسایگیتون به هم کمک کنید دست همو بگیرید شارز ساختمون میاد با هم نبحثید با هم نجنگید سر چه میدونم تازه میگم اینا حالت عادیشه خدا نکنه که مشکلی پیش بیاد خدا نکنه که کسی بیمار شه کار به بیمارستان بکشه هزینه ها بالا همدیگر رو کمک کنید، همدیگر رو حمایت کنید تا بتونیم به کمک هم از این قضیه سربلند بالا بریم سربلند تموم کنیم قضیه رو سخته، واقعا زندگی سخته، شرایط اقتصادی سخته این رو اعصابتون تأثیر میذاره دوباره میگم، خواهش میکنم کمک به همدیگر رو حتما حتما تو برنامهتون بذارید مخصوصا نزدیکان آدم اول به نزدیکانش کمک میکنه من حساب را گفتم بله آقا غزه کمک میخواد لبنان هم کمک میخواد ولی آقا در اطراف کشور خودم جنوب کشورم شمال کشورم شرق کشورم غرب کشورم تو تهرانم تو کرجم تو اصفهانم تو شیرازم همه جای وطنم مردمی هستند که نیازمندند اول باید همسایت رو سیر کنی از نزدیکترین کست شروع کن نونه تو بههاش قسمت کن اگر میدونی که گرست است واقعا باید خجالت بکشی اگر ندونی همسایت سیره یا مطمئن باشید که همسایه هاتون سیرن خواهش میکنم ازتون مطمئن باشید که خونوادتون سیرن اگر پدر و مادری داری که سنش بالاست خواهش میکنم باهاش تماس بگیر تماسم نگرفتی یه جوری تلاش کن که یه وقت تو مذیقه نباشه حقوقای بازنشستگی خیلی پایینه نمیگم صدقه به هم بدیم کمک کنیم به هم تا این قضیه تموم شه تا این قضیه رو بتونیم همه با هم از کنارش گذر کنیم مبادا که من حواسم نباشه عزیزی همسایه پدری مادری کسی خدای نکرده بیمار باشه پول داروهاش نداشته باشه پول عملش نداشته باشه و جونش رو از دست بده زندگیشو از دست بده حساب بکنید همینطوری زندگی سخته اگر یه اتفاق بد تو این زندگی بیفته واقعا ازش عبور کردن برای بعضیامون غیر ممکنه مگر اینکه اطرافیان کمک کنن دست همو بگیریم تا بتونیم از این سر... سراشیبی بسیار باشی به بد بالا بریم وگرنه سال 99 مون بد سالی تموم خواهد شد کرونا یه طرف اقتصادمون رو نابود کرد آخوند از هر چیزی بدتر بذارید آخوند اگر سفرهامون رو کوچیک کرد شرفمون رو کوچیک نکنه شخصیتمون رو کوچیک نکنه به خاطر پول خواهش میکنم التماس میکنم با هم جنگ نکنید با هم نبحثید هممون یه روزی میمیریم این پول رو میذاریم میریم ای کاش تا هستم از همین پول اونطور که خودم دلم میخواد خرج کنم حد اقل گره از مشکل دو نفر باز کنم مخصوصا نزدیکان اول به فامیلات نگاه کن بعد به همسایهات نگاه کن مبادا که بزرگی توی خانوادت پدری مادری خدای نکرده مشکلی داره که تو نمیدونی چون خودت هم مشکل داری میدونم هممون مشکل داریم هممون مشکل داریم ولی پدرت هم ممکنه مشکل داشته باشه و این وظیفه من و توه که تو این شرایط همون یه نصف نونی که دارم نصف کنم و با هم بخوریم مراقب خودتون باشید